بسم الله الرحمن الرحیم، مهران شمالی هستم. به دوره وردپرس رست ای پی آی خوش اومدید. تو این دوره با رست ای پی آی وردپرس آشنا خواهیم شد. رست ای پی آی وردپرس تو نسخه 4.7 توی سال 2016 به وردپرس اضافه شد. قبل از اون پلاگین هایی بودن که این کار رو انجام میدادن، ولی توی نسخه 4.7 این امکان به هسته وردپرس اضافه شد. یعنی وقتی که شما یک وردپرس نسخه 4.7 بالا رو نصب میکنید، به صورت پیش‌فرض از این امکان برخورداره و میشه ازش استفاده کرد. خب قبل از اینکه به بررسی رست ای پی آی توی وردپرس بپردازیم، به بررسی رست بپردازیم. اینکه رست چی هست و به چه دردی میخوره. رست یک معماری وب سرویسه که از پروتکل HTTP برای انتقال اطلاعات بین کلاینت و سرور استفاده میکنه. کار کردن با رست بسیار ساده است و این انتقال اطلاعات به صورت فرمت جیسون هستش. در واقع با استفاده از REST API میشه به دیتابیس سایت وردپرسیمون دسترسی داشته باشیم و 4 عمل Create, Read, Update و Delete رو انجام بدیم. ممکنه یک سایتی وب سرویسی ارائه بده که فقط امکان Read داشته باشه و این 3 امکان دیگر رو نداشته باشه. ولی مثلا میشه سایت وردپرسی ما 4 تا امکان رو داشته باشه. مثلا پست جدیدی کرییت کنه کاربر ما، پست جدیدی ایجاد کنه، بخونه، به روز رسانی کنه یا حذف کنه، که بعد از اعتبار سنجی کاربر مثلا بهش این امکان کرییت رو میدیم، ولی مثلا رید نیاز به اعتبار سنجی نداره. این حالا بستگی به خودمون داره که بخوایم به چه صورت باشه. شاید مثلا ما لازم ببینیم که رید هم نیاز داشته باشه که اعتبار سنجی بشه، یا اصلا امکان کرییت نداشته باشه. اینها همه قابل برنامه نویسی میشه و میشه تغییرشون داد. خب یه امکان دوست داشتنی با چندین نام. شاید تا به حال این وردپرس رست ای پی آی رو به چندین نام شنیده باشید، مثل دبلیو پی ای پی آی، وردپرس جیسون ای پی آی یا وردپرس جیسون رست ای پی آی، که همشون دلالت به یه امکان و همون امکان دوست داشتنی وردپرس رست ای پی آی دارن. فرض کنید که شما اینجا یک سایت وردپرسی دارید که نسخه وردپرسش 4.7 به بالاست و رست ای پی آیش فعال هست. شما میتونید با استفاده از این به کلاینت های مختلفی سرویس بدید، مثلا به موبایل اپ ها، به اپ های iOS یا اندروید، به دسکتاپ اپلیکیشن ها، به سایت های دیگه، به پلاگین های دیگه، به همه اینا میتونید سرویس بدید. حالا میتونه یه روش اعتبار سنجی داشته باشه که من به کی سرویس بدم یا به کی سرویس ندم، که اینا همش متفاوت هستش. خب گفتیم که انتقال اطلاعات توی REST API به صورت جیسون انجام میشه. جیسون مخفف جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن هست که از زبان اسکریپت نویسی جاوا اسکریپت گرفته شده. حسنی که جیسون داره اینه که فرمتش برای انسان خاناست و حسن بعدیش اینه که مفسر جیسون تقریبا تو تمام زبان‌های برنامه نویسی موجوده و میشه ازش استفاده کرد. الان ما اینجا یک تیکه کد جیسون داریم که می‌خوایم با هم بررسیش کنیم. الان اینجا ما یک شیء داریم به اسم می، که این شیء می اتریبیوت اف نیم، ال نیم و برف داره، که هر کدوم از اینها مقادیر مختلفی دارن که به ترتیب مهران شمالی و 1996 هست. ببینید که چقدر فرمت ساده‌ای داره و چقدر قابل فهمه. گفتیم که جیسون مخفف جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن هستش و یک استاندارد رایج برای انتقال دیتا هست. جیسون از XML بسیار ساده تره و در اکثر اوقات کم حجم‌تر هم هست. برای مثال در این عکس که شما مشاهده می‌کنید، این یک تکه کد جیسون هستش و این یک تکه کد XML هستش با همون محتوا. می‌بینیم که کد XML چقدر بزرگ در اومده و خواندنش سخت‌تر هستش، ولی کد جیسون چقدر ساده و کم حجم هستش و استفاده از جیسون توی API ها معمول‌تره و رایج‌تره و ما توی وردپرس رست API فقط با جیسون کار می‌کنیم. توی جیسون ما با علامت‌های براکت و آکولاد کار داریم و استرینگ هامون رو توی دابل کوتیشن می‌ذاریم. ما دو مفهوم داریم، یک شیء داریم توی جیسون و یک آرایه داریم. ما خواهیم الان یک شیء رو اینجا تعریف کنیم با هم، ببینیم که به چه صورت هستش.
خب وقتی میخوایم یک شی رو تعریف کنیم، اولا که باید با آکولات شروع کنیم و الان من میخوام اینجا یک شی داشته باشم به اسم می، و در اینجا بعد از اینکه این رو اینجور به این صورت ساختم، این شی دو اتریبیوت داشته باشه به اسم اف نیم که مقدار این اتریبیوت اف نیم برابر باشه با مهران، و یه اتریبیوت داشته باشه به اسم ال نیم که مقداری باشه به اسم شمالی. خب الان من یک شی دارم به اسم می که یه اتریبیوت داره به اسم مهران و یه اتریبیوت دیگه داره به اسم شمالی، مقدار شمالی هستش. حالا من میخوام اینجا یک شی دیگه داشته باشم، میام پایین و مثلا شیئی میسازم به اسم یو، یک آبجکت و یک مقدار داره به اسم علی برای مثال، مقدار اف نیمش برابر با علی هستش و مقدار ال نیمش برابر هست با محمدی، و میبینیم که به این صورت هستش. الان من اینجا دو تا شی دارم، هر کدوم از این شی ها دو اتریبیوت دارن، اف نیم و ال نیم، که مقادیری به اونها اختصاص داده شده. دیدیم که چقدر ساده و قابل خوندن و خواناست برای انسان. الان من میخوام یک آرایه‌ای داشته باشم به اسم پرسن که توی اون آرایه دو تا شی داشته باشم که دو تا اتریبیوت اف نیم و ال نیم داشته باشن. به چه صورت هست؟ باز با آکولات شروع می‌کنیم ساختار جیسونمون رو، و گفتم می‌خوام یک آرایه داشته باشم به اسم پرسنز، و این آرایه دو مقدار داشته باشه، درنش دو مقدار داشته باشه. من آرایه رو با براکت شروع میکنم. توی جیسون آرایه ها با براکت شروع میشن. حالا میام سر خط، مثلا میخوام به یک شی داشته باشم، شی اول میگم که اف نیم مهران، ال نیم شمالی، بعدش شی دوم اف نیم علی و ال نیم محمدی. ببینید که چقدر ساده هستش، و این دو شی درون آرایه‌ای به اسم پرسن قرار دارن. ببینید که چقدر ساده هستش. خب یه مفهومی که توی REST API مطرح میشه روت و اند پوینت هستش، که در الان من توی سایت خود وردپرس که میتونید سرچ کنید وردپرس REST API Handbook و این صفحه رو ببینید که داکیومنت رسمی خود وردپرس برای REST API هستش. خب دو تا گفتیم که روت و اند پوینت. روت اون مسراح دسترسی ما به اند پوینت هاست. در واقع روت اون یو آر ال است که ما مثلا به کلاینتمون میدیم و میگیم که از اینا استفاده کنی، و اند پوینت توابع موجود توی اون روت هاست که معمولا با گت، پست، پوت و دیلیت اینها قابل دسترسی هست، پوت و غیره. برای مثال مثلا من یک نمونه از این رو بهتون نشون بدم. تو اینجا من پست رو انتخاب میکنم و ببینم که چطور هستش. مثلا الان اینجا نوشته که برای مثال delete a post. خب delete a post، ما الان این میشه روت ما، این میشه روت، و delete میشه اون متدی که باید باهاش این کار انجام بدیم. یعنی من الان اگر بیام توی پست من دیلیت رو انتخاب کنم، الان گفتیم که من یک وردپرس به اسم فرادرس نصب کردم روی لوکال هاستم، لوکال هاست فرادرس wp-json wp-v2، و گفته که اینجا اگر من میخوام پست رو دیلیت کنم پست و آیدی اون پست، پست و آیدیش مثلا پست 1. الان اگر من این رو سند کنم حذف نمیکنه. چرا؟ چون که من الان میخوام یک عملی رو انجام بدم که نیاز داره من شناسایی بشم، آتنتیکیت بشم، که من این رو باید آتنتیکیت کنم که بعدا در مورد این صحبت میکنیم. ولی الان این شد از این. برای مثال مثلا ما میخوایم آپدیت پست، میگه که شما باید با متد پست و به این صورت یو آر ال رو بدی. پس با مفهوم روت و اند پوینت ها آشنا شدیم. حالا بیایید یک سری از روت و اند پوینت هایی که باید به خاطر بسپریم توی وردپرس رو ببینیم، با هم بررسیشون کنیم. من اینجا پستمن رو میارم بالا و میخوام اون چند تاری که هستن رو با هم بررسی کنیم. خب
من یه دونه فایل ری گذاشتم توی اون فایل هایی که وقتی که کورس رو دریافت میکنید درونش هست که شما میتونید اون رو ایمپورت کنید و ببینید. نکنید برای ایمپورت کردن اون فایل میایید توی این ایمپورت رو دکمه ایمپورت رو میزنید و ایمپورت فایل drop file here. خب من اینجا choose فایل میکنم، توی دسکتاپ هم یه دونه فایل گذاشتم، اون رو انتخاب میکنم wp-rest-api.postman-collection. به اون این فایل رو شما هم بهش دسترسی دارید. این رو انتخاب میکنم و میبینید که اینجا توی تب کلکشن، اگر توی تب هیستوری بود میاد روی تب کلکشنز و میبینید که یک سری روت هایی رو برای شما اینجا گذاشتم، میتونید اینها رو ببینید.